روش سوم برای درج نماد کراس در سلول های کاربرگ اکسل استفاده از فونت وبدینگز. ابتدا سلول های مورد نظر رو با درگ کردن بدین حالت انتخاب میکنیم. در سربرگ هم گروه فونت با استفاده از لیست بازشوی فونت و با حرکت دادن اسکرول سمت راست به سمت پایین، اینجا فونت وبدینگز رو بدین حالت انتخاب میکنیم. در سلول E5 کلیک چپ میکنیم. دقت کنید که برای کراس سیمبل میبایست از حرف R در حالتی که در وضعیت تایپ حروف کوچک قرار داره استفاده کنیم. کلید حرف R از صفحه کلید رو بدین حالت میفشاریم و کلید Enter رو تا در سلول E6 قرار بگیریم. تونستیم با روش های اول، دوم و سوم و تعیین فونت های مورد نظر درج نماد رد یا کراس رو در سلول های کاربرگ اکسل داشته باشیم.